به خدا شروع میکنیم. ما مفهوم توابع توضیح دادیم، متو تابعه که مثلا جلسه قبل و جلسه قبلش گفتم پروسیجر بودن، تابعه مفهوم تابعه نبودن. مفهوم تابعه تو ریاضی یه دو سه دقیقه بخوام بگم مثلا تابعه چیه و معلمای ریاضی وقتی میخوان تابعه رو درس بدن ان شاء الله نمودار مختصات ریاضی بلدین، نمودار کارتزیان رو بلدین، درسته؟ اینو بلدین؟ ها؟ ما بهم میگه محور ایکس، بهم میگه محور چی بگیره. تابر وقتی میخوان نمودار تابر رسم بکنن مثلا یه چنین چیزی میکشن. خب چی میگن؟ میگن این اگه تابه باشه به ازای یه دونه ایکس فقط یه ایگرگ داره، بیشتر از ایگرگ چیه؟ این اگه مثلا یه دونه x باشه اینجا قطع کرده باشه فقط توی یه نقطه قطع میکنه، توی دوتا نقطه قطع چیه؟ نمیکنه. این مثلا فقط توی یه نقطه قطع میکنه، تو دو نقطه این محور هیچ وقت قطع نمیکنه. حالا مثلا تابع پوشا باشه رو همه محور x هم مثلا وجود داره، تابع اگه یک به یک باشه، یک به یک باشه یعنی به ازای یک یک فقط یک ایکس وجود داره. تابع یه تابع تام، تابع کامل باشه همه محور ایگره بود چه میکنه؟ پوشش میده به تعریف های ریاضی که انجام میده. ولی اگه مثلا ما یه چنین نموداری داشته باشیم، یه چنین مثلا نموداری داشته باشیم، این دیگه تابع نیسته. چرا تابع نیست؟ چون یه ایکسی وجود داره که به ازای یه دونه ایکس ببینید دو جا قطع کرده، یه جا اینجا قطع کرده، یه جا اینجا، یعنی به ازای یه ایکس چیکار میکنه؟ دو تا خروجی میده. تابعی که اینجا تو مدرسه یاد میدن یه ورودی داره، فقط یه ایکس ورودی. تابعی که ما میخوایم بگیم ممکنه ورودی نداشته باشه، ممکنه چند تا ورودی داشته باشه، ولی چیزی که میدونیم دو تا خروجی نمیده، یعنی به ازای یه مقدار دو تا خروجی چیه؟ نمیده. توابعی که ما نوشتیم تا الان خروجی بر نمیگردوندن، بیشتر چی بودن؟ همونجا برامون یه کاری انجام میدادن، چاپ میکرد. ولی الان میخوام توابعی که بنویسیم یه مقدار خروجی رو به همون برگشت میده. خب حالا اینو با مثال بهتون توضیح میدم. مثلا من توابع رو اینجوری مینویسم، مینویسم دف، درسته؟ اسم تابع رو می آوریم، مثلا تابع مثلا چی باشه؟ مثلا باشه اسکوئر. خب یک سه به عنوان ورودی بگیره، اسکوئر چیکار میکنه؟ یه عدد به توان دو میبره، مثلا میگیم آر مساوی ایکس به توان چی؟ دو. حالا ما چیزی که داشتیم این بود، مثلا میگفتم بیا پرینت بکن، پرینت بکن چی رو؟ آر رو، درسته؟ خوبه؟ میبینیم؟ ها؟ این چیز باید بزرگتر بود. ما تابع که نمیشتریم چنین چیزی بود، def sql r مساوی x بسند رو پیم بکن r. بعد اینجا میگم if name مساوی چیه؟ name. میام میگم که مثلا بیا اسکوئر چی رو صدا بزن، اسکوئر 5 رو صدا بزن. چی نوشت؟ 20. اینو بلد بودیم، درسته؟ حالا من میگم اسکوئر 5، دوباره بیا اسکوئر اسکوئر 5 صدا بزن، چی میشه؟ یعنی بعد بشه 625، یعنی 5 به توان 2 رو حساب بکن، بعد دوباره 5 به توان 2 میشه 25، 25 به توان میشه 625.
ولی موقع که چاپ میکنم ببینید چی میشه، 25 چاپ میکنم، بقیه چی میگه؟ میگه unsupported or brand type S4 دو تا ستاره or pub برای نان تایپ. یعنی مقداری که این S4 برمیگردونه چیز برگشت نمیده، وقتی برگشت نمیده نان هستش. نان یعنی که مثلا هیچی، هیچی رو برمیگردونه برای ما. ما بگیم به جای اینکه پرینت بکنه بیا چیکار بکن، بیا مقدار ریترن بکن. نیم از اینکه پرینت بکنی 5 رو میگیره 25 رو بهمون تحویل میده. الان من اجرا بکنم هیچ چیزی چاپ نمیکنم. چرا چاپ نمیکنم؟ چون پرینت نداره. 5 5 میگه به توان 2 میشه 25، اینم 25 میگه میبره به توان 2، بعدش میذاره اینجا. اینجا کار نمیکنه اونجا. ممکنه اینجا من چیکار بکنم؟ ممکنه من اینجا پرینت بکنم. ببینید چی شد؟ شد 625. پس مفهوم ریتن یعنی چی؟ یعنی مقداری که تحویلمون میده. خب حالا مثلا ممکنه دو تا ریتن داشته باشه، مثلا همون اول یه برنامه مثلا گیجی باشه همونجا ریتن یک بنویسه. نوخ این چی میشه؟ حالا ما هر چی بدیم این چی به اون میده؟ یک. نه همون عدد رو نمیده، یک. میگیم تابع چی بود؟ یک نواخ و یک نوا بود یادم نیست. این تابع رو بخوام رسم بکنی، نمودارش رو بخوام رسم بکنیم اینه. این نمودار هر چی بهش بدین. خب من ببین معمولا رسم نمودار آخر جلسه میگم. اگه یه ذره با من همراه بکنی از همین اول رسم نمودار رو بگیم، از همون اول شروع کنم رسم کردن. موافقی؟ ناراحت نمیشی؟ میخوام رسم بکنم. نه رسم نمودار تا حالا نگفتم درسته؟ می‌نویسم import mat plotlib. این رسم نمودار خیلی شبیه رسم نمودار چیه؟ رسم نمودار مطلب اگه بلد بشه dot pi plot از چی؟ plt import matplotlib و dot pi plot از plt. درسته؟ حالا بعد میام اینجا می نویسم به من میخوام نمودار رسم بکنم دیگه، رزه یه ایکسی میخوام یه ایگرگی رسم بکنم، اینو میخوام رسمش بکنم. چی رو میخوام؟ اسکوار رو میخوام رسم بکنم، یه نمودار سهمی شکل میشه. آره میخوام اینو رسم، این هم نمودار سهمی. این اگه یادتون باشه معلم ها وقتی اینو میخوان رسم بکنن چجوری رسم میکنن؟ امیرعلی میدونی چجوری رسم میکنن؟ میاد میگه مثلا شما این دستگاه x و این x سریه، درسته؟ این x از چند تا چنده؟ از منه بینه تا مصفر بینه. میاد مثلا 10 تا عدد مثال میزنم، میاد 10 تا عدد مثلا چی باشه؟ مثلا من میگم x ls 10 تا عدد بگیم، مثلا 10 تا عدد که مثلا میگم منهای 10، موافقی؟ منهای 8 و منهای 7 منهای مثلا 3، معلم ها اینجوری 0 مثلا 3 مثلا 5 با چی 10. درسته؟ چند تا عدد اینجوری مثال. حالا میخوام اینو بدیم به این اسکوئر ببینیم به ازای این چی به همون برمیگردونه. میخوام اینو بدیم به اسکوئر ببینیم به ازای ایکسلت چی به همون برمیگردونه. موافقین؟ خب میگم چیکار بکن؟ میگم ایگرگ الس مساویه خب فور، نمیدونم فوری خطی گفتیم یا نه، آی این نگفتم باشه. خب میگم ایگرگ الس، حالا اصلا ایگرگ الس
مساویه یه لیست توهی باشه. حالا میگم for i این چی xls، یعنی چه i xls i چی هم میشه؟ مثلا بیام پرینت بکنم i رو، اگه i رو پرینت بکنم چی میشه؟ مثلا کاری هم با این نداره، تک به تک اینا رو چاپ میکنید درسته یا نه؟ حتی چرا خطا داد بهمون؟ گفت matplotlib نصب نیستش. من matplotlib رو بخوام نصب بکنم، این میدونی ماژولا بعضی هاشون پیشفرز نصب هم، بعضی هاشون پیشفرز نصب نیستن. چجوری ماژول رو نصب میکنیم؟ مینویسیم pip install اسم ماژول matplotlib. وقتی میخوایم ماژول نصب کنم مینویسم pip install matplotlib. ماژول الان مثلا این فایلی که داریم مینویسیم یه ماژوله. وقتی برنامه هم مینویسم 50 تا تابه داره توش کلاستر فلان داره، اون فایل بهش میگیم ماژول. ماژولا دو دستن، بعضیاشون با خود مطلب نمیشن مثل ماژولی که ما داریم مینویسیم، بعضی از ماژولا رو مثلا با یه زبانی مثل سی نوشتم. خب بعضی از ماژولا موقعی که پایتون رو نصب میکنیم نصب میشه، مثلا ترتل دیدی نصب شد یا نه؟ ترتل نصب بود یا نصبش نکردیم؟ ولی متپلاتلیب نصب نیستش. من زدم متپلاتلیب رو نصب کنم، چجوری نصبش میکنیم؟ اینجوری. اگه مثلا اینجا خوب نمیبینید، اینجا من مینویسم برای نصب ماژول از چی استفاده میکنیم؟ از این عبارت استفاده. بله دیگه انتظار داره از کجا نصب کنم؟ درست علم قیب نداره که. چی شد؟ موقع که نصب میکنه تقریبا 90% این پیامو میده. چی میگه؟ میگه پیپ، پیپ نرم افزاری که باش ماژول رو دانلود میکنیم و بعد نصبش میکنیم. میگه پیپ رو آپگرید بکن. من که آپگرید بکنم این پایین راهنماش رو نوشتم. زرد رو میبینید. اگه قرمز شد یعنی که خوب نتونستم نصب کنم. یعنی مثلا پایتون منها ام پیپ install upgrade pip. حتی انجام هم ندین اتفاق خاصی نمیتونه، ولی بهتره وقتی میگه upgrade کن upgradeش بکن. pip رو هم چکار کردیم؟ upgrade کردیم. راه نواش این پایین نه، این زرده بینه از اینجا شروع میشه. اینم آپگرید کردیم. حالا من فعلا هنوز از متپلاتلیب استفاده نکردم، هنوز از متپلاتلیب استفاده نکردم. من یه لیست درست کردم، یه سری عدد دارم، منهای 10، منهای 8، منهای 7، منهای 3. بعد یه ایگرگ درست کردم، ایگرگ رو هنوز کاری ندارم. میگم آی این ایکسلس بیا چکا بکن، بیا دونه دونه چاپ کن ببینیم چاپ کرد یا نه. وقتی ببینید یه ماژول اینا ما اضافه میکنیم یه مقدار سنگین میشه. آنکه از مطولاتی بیچ استفاده نکرد اعدادش که کرد منهای 10، منهای 8، منهای 7، منهای 3، 10 که کرد همه رو چاپ کرد. حالا به جنگه پرینت بکنم میگم ایگرگ ls درسته داد اپند بکن چی رو؟ اسکوئر چی رو؟ آی رو، یعنی آی رو بده به اسکوئر به تواندو میکنه به ایگره اضافه میکنه. خب الان اگر ایکس آره پیرین الان ایکس الس نگاه بکنیم اینه، ایگره الس نگاه بکنیم چیه؟ اینه برست یا نه؟ ایکس الس رو بریم ایگره الس رو بریم آره سهم شده. خب چی؟ آی همینجاست. آی اینجا اپن فقط برای اعداد اپن نه اپن به انتهای لیست اضافه میکنم.
ما به جای اپن اینجوری هم میتونستیم بنویسیم. این یعنی چی؟ همون اپن درسته؟ به انتهای لیست اضافه میکنم. حالا فوره یه خطی چی بود میخواستم بهتون بگم؟ اینو میبینید؟ این از اینجا من برمیدارم میندازمش اینجا، بعد اینم از اینجا برمیدارم میندازمش اینجا، اینم پاک. فوره یه خطی موقع که با لیست کار میکنه، ببینید ایگرگ الس همون شد، ایکس الس هم شیه همون شد. نیا کنم میگیم فور آین ایکس الس، مطمئن کروشه رو باید بذاریم. چی رو به انتهای لیست اضافه بکن؟ چی اضافه بکن؟ اسکوار اضافه نه اگه نه میگیم از آی این ایکس الس بیاین اضافه بکن بخیرش. اوکی با اپن ندی، اینجا من لیست که گذاشتم خودش داره اپن داره میکنه. خب حالا میام میگم حالا میام میخوام اینا دونه دونه با هم چاپ بکنم، میخوام اینا دونه دونه با هم یه چیکار بکنم چاپ بکنم، موافقین؟ چی شو؟ ببینید XLS چیه؟ بگی یه سری اعداد، درسته؟ اعدادی که خودم گذاشتم، من های ده، من های هشت، من های تا ده. خب حالا میخوام ببینم به ازای تک تک اینا، به ازای تک تک اینا اسکوئر چی میشه؟ یعنی مثلا من های ده ها میخوام بدم به اسکوئر، اسکوئر من های ده ها بگی من های ده به توان دو چند میشه؟ میشه 100. بعد 100 رو برگردونه، بعد اینجا به ازای من های ده چی بنویسه برامون؟ بنویسه چی؟ 100. میخوام منهای 8 رو بدم به اسکوئر، اسکوئر منهای 8 میشه 64، 64 برگردونم. میگم میخوام اینو بنویسم، میگم for i in xls یعنی چی؟ i چی میشه؟ منهای 10 میشه، منهای 8 میشه، منهای تک تک اینا میشه. هر کدوم از اینا رو بده به اسکوئر، اسکوئر مقدار رو برمیگردونه. خب داخل چی میریزیم؟ داخل لیست میریزیم، درسته؟ لیست همون چی میشه؟ بزرگ میشه. متوجه شدی یا نه؟ حالا میخوام اینا رو با هم چاپ بکنم، میخوام اینا رو با هم چاپ بکنم. میگم for i i و j in zip xls با چی؟ نمیدونم zip هم شاید نبود، یه بار مثال دو تا لیست یا دو تا مثلا مجموعه، دو تا هر دو تا تاپل رو زیپ گفتم، مثل زیپی که مثلا دندونه هاش داخل هم میفته، دونه دونه با هم در نظر میگیره. میگم بیا پرینت بکن، چیه؟ پرینت بکن آی و جی، درسته؟ بغل هم اینا رو پرینت میکن. ببینید الان مثلا منهای 10 چی شد؟ 100 شد. منهای 8 چی شد؟ 64 شد، درسته؟ منهای 7 چی شد؟ خب حالا اینو میخواستم مثلا بده شکیل تر نشون بدم، اینجا میگم F، میگم که I مثلا به توان 2، درسته؟ چی؟ J اینجوریه دیگه، درسته یا نه؟ به منهای 10 به توان دو چیه؟ 100. منهای 8 به توان دو میشه؟ خب حالا میام اینجا میگم به جای اینکه اینجوری نمایش بدم با این فور و اینا، این PLT یادتون هست یا نه؟ گفتم matplotlib.pyplot از PLT. اینجا می‌نویسم PLT.plot xls با چی؟ yls. یه وقت من نتایج رو به صورت پرینت شده میبینم، یه وقت نمودار میبینم. بعد می‌نویسم plt.show plt. چی؟
اینه مثلا اگه با جوپیتر بنویسین احتیاج به شو دیگه نداره. اون برای رسم نمودارده پینت دات پلاک. ببینید ببینید شکستگی داره، ببینید شکستگی داره. زوج مرتضی خود خودش اینا رو به معلم ها هم کار میکردن، یعنی نقطه ها رو میذاشتن و اینا رو به هم چیکار میکردن؟ وصل میکردن. حالا میگم آقا اصلا وصل نکن، میگم اینا رو به هم وصل نکن، میگم بیا چیکار بکن، بیا مثلا رنگش بلو باشه، اصلا دایموند باشه، رنگش بلو دایموند. این همون نقطه است، میبینی؟ به اینجا وقتی نگر میدارم روی این چی نشون میده؟ وقتی روش مستقیم هم میسیم اون پای میبینید ایکسو درسته؟ خب این نمودار ایگریگ مساوی ایکسو هست، منتها سمپلینگ ما زیاد سمپلینگ قوی نیست. سمپلینگ میدونید چیه بچه‌ها یا نه؟ به مثلا شما میرین یه دونه MP3 میخواین دانلود کنه، نوشته 128K 64K، اون معمولا چی رو میزنه؟ اون موسیقی رو میخواین دانلود کنه 128 میزنه. درسته؟ 128 یعنی چی؟ یعنی تعداد نمونه هایی که توی یک، ببینید ما یه مفهوم دیجیتال داریم یه مفهوم آنالوگ داریم. مفهوم آنالوگ اون موجه که اینجوری میاد پیوسته است. چیه پیوسته است؟ کامپیوتر ریاضیات پیوسته نیست، کامپیوتر ریاضیات گسسته است. یعنی چه گسسته؟ یعنی اگه من خواهم اون MP3 رو ذخیره بکنم، من موج رو ذخیره نمی کنم، میام چی رو ذخیره میکنم؟ میام سمپل میگیرم، میام آقا تو یک ثانیه 128,000 تا نمونه بگیر، بعد این نمونه رو میچسبونیم بغل هم دیگه، میگیم 128 که درسته؟ میگیم آقا مثلا فیلم میخوای بگیری تو یک ثانیه مثلا 30 تا فریم میگیم، مثلا چشم انسان بیشتر از 29 تا فریمه، 26 فریمه، فریم که میاد تشخیص یه چیه؟ نمیده. اگه تشخیص میده مثلا چشمتون یه ایران داره، یه باید بریم آزمون. یه فیلم من قدیم دیدم وانتد، وانتد دیدین یا نه؟ نه نه من قدیمیه. بگو مثلا بال مگس رو با چیز بزن، با تیر بزن بال مگس، بعد اون چشش یه جوری بود میدید بال مگس مثلا چیز داره مثلا داره حرکت میکنه. خب اگه وانتد دیده باشن همون داستان رستم و سهراب خودمون رو منتها چیز بازی کرده، آره این خانمه بازی کرده، همون داستان هستن. خب چی؟ چیه؟ کاد آره اینجوری شلی آره کاد روبرتو کارلوس کاکره بود چی بود؟ نه سوباس و وزارا بود آنطای تیرشون کاد دار آره حالی بنده زیاده. خب بعد من هندی ها رو به چیز نه اون خب خالی بندیه دیگه، مثلا هندی و فیلم شنی. خب تیر میزنه تو گوشش رد میشه، تو نیکی گوشش رد میشه، هیچیش نمیشه. جدی میگی؟ آقا دیدم. خب ببینید ما بهم میگیم سمپلینگ، ببینید سمپلینگ، سمپلینگش کم بوده دیگه، درسته یا نه؟ بعد خودش هم که رأس کرد این نمودار ایگری مساوی ایکس رو چجوری رأس کرد؟ شکسته بودش. خب حالا من میام سمپلینگ اینو بیشتر میکنم. چجوری سمپلینگش رو بیشتر میکنم؟ میام میگم این به جای که نقاط باشه که مثل معلم مثلا اینجا نقطه در نظر بگیریم، میام میگم رنج مثلا از منهای 100 برو تا 101، درسته؟ رنج از منهای 100 تا 101، بعد اینو تبدیل به چی بکن؟ لیستش بکن. درست شد؟
این همون دایموند هست، چون انقدر به هم چسبیده چی شده؟ خط شده. که حالا شما مثلا اونم اگه ننویسیم بزنید چاپ شدیم من بردارم، چون اولا دیگه وقتی ما نمودار رو رسم کنیم احتیاجی به چاپ دیگه چیه؟ نداریم. اینو من اگه بردارم خودش میشه میگه تو درسامون هستم درسته؟ میبینید؟ این همون نمودار چیه؟ ایگرگ مساویه این همون نمودار سهمیه، نمودار سهمیه. حالا ببینم ایگرگ مساویه ایکس به توان سه رو میتونید شما رسم بکنید یا نه. میخوام الان یه فرمول بهتون بدم، اینو برای من رسم بکنید. فرمولمون چیه؟ ایگرگ مثلا مساویه ایکس به توان سه منهای دو ایکس به توان دو به علاوه صد. اینو رسم بکنم ببینیم کجا با محور ایکس تقاطع داره. نه چیزه فرمول که توانت نداریم که اینجوری که میخوام اینو رسم بکنم. اول تابش رو بنویسیم بعد شروع کنیم نمودار رسم کنم ببینم میتونید یا نه. یه لحظه من اینو